جناب سرنگ یه مورد پیدا کردم، فکر میکنم خودش باشه، همون آقای بشکه، آدرسش هم ثبت شده تو پایگاه ما. مرکز هادی چهار. هادی چهار بگوشم. مرکز به سمت موقعیت مورد نظر حرکت کردیم، از عوامل هادی به موقعیت اعزام کنید. ممنون. مادر من مخلص هاش خانوم. خوبی؟ خیلی مخلصی. من ماموریتم جان. به سلامتی انشالله. چرا با اتوبوس؟ من خودم میبرم اتون. من آخر هفته یه روز مرخصی میگیرم میبرم ات، قربونت برم. نه هیچ زحمتی نیستش. چشم مراهمی، قربونت برم. سلام برسون خدا. جای عجیبیه، ایدر پیکره. هادیه چهار، هادیه پنج. هادی جان من یه مورد مشکوک دیدم، میرم بررسی کنم ببینم چی. سوزوندن جایی زندگی نیست. بکشم ازا پاتا؟ دلش کن، هیچ وقت یه پولیس رو نزن. ما شهر خریم ولی هر چیزی به قیمتش، انقدر دیگه گرون نمیخریم. بقیهش میکجا؟ خونه فریبرز. بریم. ببین احتمالا اینجا درگیر شدن، بعدم کشوندن بردنش بیرون. انگار زمان زیادی من درگیریشون نمیذاشته. جناب سرگرم ببین چی پیدا کردم. چی؟
دو تا تیکه عکس تو حیات بود. هر چی گشتم بقیه‌شو نتونستم پیدا کنم. اون که چیزی نیست که ببین من چی پیدا کردم. یکی فرزاده که دقیقا پسر بازم به ما درو بود. اون قبل زندان با فریبا زفیر بوده. بهش نمیردن که پسر پیچیده باشه. و پدرام خبری نشد؟ نه. هادی پنج، هادی پنج، هادی چهار، هادی پنج، هادی پنج، هادی چهار، زدن ترکوندنش. تو ردیفی؟ آره یه ذره گیجم فقط. اصلا نفهمیدم از کجا رو سرم آوار شد. چه که اینه؟ هیچی یادت نمیاد؟ ببین اونه که گفتم رئیسشون بود نزاش من رو بکشن صداش میکردن زاپاتا. اون پاشی بوی عجیبی میداد. داشتم بیهوش میشدم. میخواستی بوی اتکلم بده؟ نه شاید یه بوی عجیب بوی پا نبود یه بوی تندی بود ولی با تجربه بوده. شما کجا میدونی با تجربه بوده؟ اگه تجربه نداشت اینو میکشت. پس سابقه داره طرف. خب تو اینو دلیل نمیشه. تا اسمشو ندونیم هیچی فایده نم. ببینم تو با فریبرز خیلی صمیمی بودی درسته؟ میدونی ممکنه زنده نمونه و تو میتونی نجاتش بدی؟ به اینجور آدم ها جناب سروان میگن بیمعرفت، نامرد. شاید فریبرز مهره سوخته بوده. برات نمیاد اعلامیه‌اش رو دیوار ببینی ها؟ اعلامیه رفیق تو. من نمیدونستم چه بلایی قرار سرش بیاد. دروغ میگه. حالا هر وقتم دروغ میگه دماغش رو میکشه بالا. چرا دروغ میگی؟ ها؟ چی رو داری از ما پنهون میکنی؟ کی گفت سرتو بندازی پایین؟ بالا! بالا تر! نگاه کن تو شجا جام سروان. زاپاتا کیه؟ نمیدونم. خب پس خیال نداری کسی که زده رفیقتو ناکار کرده به ما معرفی کنی ها؟ این کمترین کاریه که میتونی در حقش بکنی ها؟ ببین این رفیق توه. ببین چه بلایی سرش اومده؟ ممکنه تا فردا زنده نمونه. میدونستی پدر مادرش شهرستان زندگی میکنن؟ فرزاد میدونستی؟ مادرش خیلی خوب تو رو میشناخت. میگفت رفیق فابریک پسرشی. میفهمی؟ رفیق فابریک. اونا فکر میکردن اون بچه پیش تو زندگیش رو غلطکه. من زاپاتا رو نمیشناسم. شما یه پیاده رو گیر انداختین. با یه پیاده هم نمیتونین شهامت کنین. پس زاپاتا رو خوب میشناسی. یعنی ارزش مهره رو خوب میدونی. شاهه. خب. برای شروع خوبه. بریم سراغ بقیه مهره. اسب کیه؟ فیل کیه؟ من شطرنج بلد نیستم. دروغ نگو. فقط خوبم بلدی. خوب بلدی از شاه محافظت کنی. شاید اسم زاپاتا رو از فریبرز شنیدم. آخه فری خیلی رفیق باز بود. شاید این زاپاتا هم یکی از همونایی که با هم دیگه میشستن تا صبح کسافت کاری میکردن. من آدم تنهایی ام. رفیق فابریکم کم دارم. با هم دیگه تو یه کارخونه آشنا شدیم. اونجا با هم کار میکردیم. خیلی هم زود رفیق فابم شد. بعد یه مدت کارخونه تعطیل شد. هر کی رفت پی کار خودش جدا شدیم اصلا. تا دوباره زندون ما رو به هم دیگه رسوند. کاش نمیرسوند. حالا چجوری برم تو چش خانواده‌اش با اون بیرزن چی بگم؟ سرتو بالا بگیر. برو بگو من یه نامردم که نتونستم پسرت و برادرت رو از دست زاپاتا نجات بدم. بس دیگه من هر چی میدونستم به تو گفتم. نه دیگه. هر چی که میدونستی رو نمیگی. لابد یه دلیل محکمی هم داری که نمیگی. منو نگاه کن. سطحی بالا. اون کارخونه چی تولید میکرد؟ فریبرز زنده میمونه؟ نمیدونم.
وقتی اسلحه رو گذاشت رو سرم، یه لحظه صورت مادرم اومد جلو چشم. با خودم گفتم بعد من تنهایی میخواد چی کار کنه، چطوری تحمل میکنه. خدا به همه مادرها صبر داده، به مادر ماهایی هم که این لباس تنمونه صبر بیشتر. من فقط میدونم اگه دعای خیر مادرش نبود الان گلوله زاپاتو چشمش رو سوراخ کرده. زنگ بهش بزن. مرا اگر دولت عالم ببخشند برابر با نگاه مادرم نیست. چه سروان؟ بله خسته نباشی. خورمان در جمع. شما خسته نباشی. خدا نیم. خدا حافظ. آقا خونه ما تا بچه به دنیا بیاد فعلا مجلس درونه است. چطور؟ مادر خانوم هم و ست تا خواهر زنم مهمون ما. خب اطلاع ثانوی هم ورود آقایان به اونجا ممنوعه. این وقت شب هم که خونه بابای آدم شام پیدا نمیشه. منم امشب تنها، خانومم رفته از مامانش پرستاری کنه. پس ما درد مشترک داریم جناب سروان. حالا من نمیدونم تو این درد مشترک باید دنبال زاپاتا باشیم یا فکر شام. یه رستوران عالی سراغ دارم، درجه یک، غذای سالم. به کارمونم میام. پس میریم به سوی یه غذای سه نفره درجه یک کاری. من که آج خانوم زحمت شامو کشیده. بح بح. شام آج خانوم. بفرما جناب سروان. نگفتم میخواد بپیچونه. بابا چیزی نیست که. یه ساندویج دیگه تصمیم بر سه. چی هست حالا؟ غذای شاعرها چیه؟ نون و پنیر و سبزی. گردو هم داره آشه. گردو هم داره. اونو نگرش تو بعدا با هم. الان میریم فعلا رستوران آقا نادر گلدسته. بریم شاهد بیا. به آقا نادر خوش اومدین. رونق کردی بابا. آقا نادر ما سالاد بخوریم یا خجاله؟ یه بابا چش من خدمت هم بش حتی داره بابا نیستم بابا نشونه میگردم چیز نشون که آقوی دشت از گرگ بیابون میگرد. آقا نادر شکست نفسی میفرمونیم رفقا همکارنون. بله گرسنه. چش به خدمت هم. آقا نادر روز سختی رو داشتیم، دلم میخواد پرملات باشه. چش به انتخاب من باشه یا به انتخاب شما قربان؟ انتخاب با شما باشه. زمنانم من نگو قربان. چش قربان. شما چی؟ انتخاب خودت فقط چرب نباشه. دوتیه الان برم یه دقیقه بشون تو بچه ها سالاتو میخورن نگه به کوچیک بزن. بخیر صحبت ها میشنسی خلافش آشق دارو تقلبی. آه صحبت ها نمیشنسن ولی همون قدیمی های دارو یکی میشنسن اسمش اسیه اسی ترامادول. خب البته الان کار نمی کنه ولی آنتناش فعاله. بعید هم میدونم ندونه این آدم کجاست. چجوری میتونی پیداش کنی؟ خوشوی زده تو قرب ترم. خب الان میرم غذات هم میارم نشونیش هم مینویسم واسه میارم. آقای شاکر آقا داره گل دسته. آقا اینجا خیلی جایی باحالی ها. آره خودش هم آدم باحالی. آره داده فیلم ها میجا داره. سفره باشی یه سی جایی تو موقعیت ماست منتظر دستی میجا. داشتی سلام. سلام مکرم. یه کمکی رو میتونو بدی؟ ام بفرما. ببین داداش من این کمکام خراب شده، دو تا شلگیرم گرفتم ولی چی فایده نداره. منظور من دنبال استیترامادولم. برو داداش دنبال شهر نگر. قیافت به این حرفا نمیخوره مرد سبیل. من یه به قیافه است. ببین منو ببین من از آلمان براش بار رو بردم، تو دست منو بذار تو دست اون سهم خودت هم چی محفوظه. اینجا اتوشوییه داروخونه که نیست. مثل اینکه تو کلت نمیره. نه ساعت بار باید بگیم مثل. ببین عموی بفرما منو زاپاتا فرستاده. خب این از همون اول بگو. گوش نمیدی به حرف ما دیگه.
برادر از کجا میشناسی؟ من که بهت گفتم من براش کار میکنم، اومدم به اسی پیغام بدم از طرفش. آروم باش داداش من، اسی ترکیه است. خب خب میخوای امضاش نشونت بدم؟ چه مدلی میخوای ها؟ اداره جاتی؟ اسی کجاست؟ چی شد بلبل بودی که پلیس دیدی لال شدی؟ به ما یاد دادن جلوی بزرگترمون حرف نزن. آها، این شربت ها و قرص هایی که ور میداری تاریخش رو دستکاری میکنی میدونی دست کی میرسه؟ من به اونش فکر نمی کنم. آره میدونم، فقط پولش به تو ربط داره، فقط به پولش فکر میکنی. فعلا که خوردم، گنده تر از من درشترش خوردن. گنده تر از تو چون اشتباه میکنن تو هم باید اشتباه کنی. ببین جناب، من از اول اینطوری شروع نکردم، آدمش به پوست بخوره تو هم بد بشه. تو چطوری دلت میاد شیر خشک رو برداری تاریخشو دستکاری کنی ها؟ میدونی چقدر بچه به خاطر کارهای تو رنگ فردا رو هم نمیبینن؟ اسی ترکیه است، چه غلطی میکنه به من ربطی نداره. زاپاتا چی؟ اون کجاست؟ اسمشو شنیدم، نشونیشو میخوام. ببین اگه حرف بزنی یه مهر همکاری تو پروندت میزنی، ولی وای به حالت اگه بدونی و نگی. حتما اگه بدونستم بهت میگفتم. قد من اینقدر بلند نیست که به زاپاتا برسه. زاپاتا به اون گنده مونده ها وصله، خیلی گنده. دیگه؟ دارو فروختن برای زاپاتا مثل آب نبات چوبی آلاسکاست، کار اصلیش یه چیز دیگه است. مثلا چی؟ آشا من دیگه بیشتر از این چیزی نمیدونم، چون جون خودم خیلی بیشتر از اینا دوست دارم. عادت ندارم پامو رو دوم شیر بذارم. همین تمام راه ها به سمت زاپاتا بسته است. عملا خودشو پشت مهرهاش پنهان کرده. اونی که داره این بازی رو میچرخونه خیلی خوب داره بازی میکنه. هر کی است، من که میگم بازی رو به هم بریزیم و از اول شروع کنیم. اگه میشد خیلی خوب بود. چرا نشه؟ من هر وقت اینطور شده بازی رو به هم زدم و یه بار دیگه شروع کردم. آره ولی این بار قربانی های این بازی آدم هست، نه اسب و فیل و روح. خب بالاخره چیکار باید بکنیم؟ باید بگردیم زاپاتا رو پیدا کنیم، اونم توی وقت محدود. خب پیداش کنیم. قربان با اجازه. چه خبر؟ گفتیم این زاپاتا بوی بد میداد درسته؟ وای اصلا پاشه بوی عجیبی میداد جام سرمان. رد پای زاپاتا رو بررسی کردیم، همون رد پایی که توی خونه فریبرزم بوده، پس میتونیم بگیم زاپاتا 100% تو خونه فریبرز بوده. اما دلیل بوی بد ها، روغن تالو ته کفش زاپاتا تو گرد و غبار کفشش. روغن تالو دیگه چیه؟ یه روغنیه که مصرف بهداشتی داره. فکر کنم حالا بتونیم یه کارایی بکنیم. پس شما تا یه چایی بخورید من رو اسی بریم آنگار کارخونه رو در میاریم و برمیگردیم. با اجازه. فقط دنبال کارخونه های متروکه بگردیم. فکر کنم یه بیستایی بشه. آره اینجوری کارمون خیلی سخت میشه. شاهد تو خونه فریبرز عکس یارو دم کارخونه بود. آفرین، عجب چیزی یادتون بود. ماشاءالله. بریم. با اجازه. خونه تالویی که بغلش زمین کشاورزی همین یه دونه است. آفرین استی، یه پیمیت کامل ازش برام بگیر. حکایت تو بدونی چیه؟ حکایت مهر سوخته، تنها موندی، ولی ما داریم از تو به جاهای خوبی میرسیم. میخندی؟ نمیخندیدی شاید میتونستم برای تخفیف خوبی بگیرم. من هرچی میدونستم و نمیدونستم و گفتم.
ببین میدونم خیلی آدم دهنگرسی نیستی، ولی حتما یه دلیل مهمی داری واسه حرف نزدنه، اونم به موقعش پیدا میکنه. اگه فهمیدیم به منم بگیم. منو نگاه کن، منو نگاه کن، بهتر از هر کسی میدونی زاپاتا کجاست، از تو چشات میخونم، ولی نمیخوای بگی، نمیدونم چرا. آدرسش پیدا شد، زاپاتا. به زاپاتا نزدیک نشین، زندتون نمیذاره. دیدی گفتم میدونی کجاست؟ Let's go!
نفس بگیر. باشه. چیه؟ جونمون به لبمون رسید. اسم میلاد دینوس. سپاتا کیه؟ نمیشناسم. اینجا چی کار میکنی؟ من یه کارگرم. فقط؟ فقط. شما؟ سعید پورمند. سعید پورمند. سپاتا کیه؟ نمیشناسم. اصلا؟ اصلا. شما اینجا چی کار میکنی؟ کارگر ساختمونم. شما؟ غلام محمودی. بلند بگو. غلام محمودی. سپاتا کیه؟ سپاتا نمیشناسم. خودت که نیستی؟ نه. اینجا چیکار میکنی؟ پنچرگیرم. پنچرگیر اینجا رستقیله رو میگیری؟ آره. زپاتا تویی؟ من نیستم. اسم چیه؟ محمود. بکشم زپاتا؟ دلش کن. تو اینجا چیکار میکنی؟ کار میکنم. چیکار؟ همه کن. آچار فرانسه. هیچ وقت یه پولیس رو نزن. ما شهر خریم ولی هر چیزی به قیمتش. اینقدر دیگه گرون نمیخریم. شما؟ ایراد. وایسا شد. چی شد؟ اسمت چیه؟ محمود. چند وقت اینجا کار میکنی؟ یکی دو سالی هست. بیمه ای؟ نه. چند تا بچه داری؟ مجردم. مجردی. خودش. کی؟ خسته نباشید. ممنون. چیزی که من خوشحال میکنه فقط دستگیری زپاتا نیست، به دام انداختنش خیلی کار مهمی بود. مهمتر این که یک گروه خیلی خوب تشکیل شده که میشه روش حساب کرد. لطف شما چه نظره؟ حسن این گروه اینه که علاوه بر همکاری رفیق هم هستیم. ما هم خیلی سعی کنید این رفاقت و دوستی رو حفظ کنید. چشم. این نظم و هارمونی که توی گروهه حاصل احساس عمیقیه که بین شماست، تعهد نسبت به کار و نسبت به هم. این چیزیه که من خیلی حس می‌کنم. خیلی. شما لطف دارین. فقط جناب سرنگم بحث این معمای زاپاتا هنوز برای من حل نشده. چطور؟ منتظر یه گزارشم از امیر. بیاره. با اجازه. حال آزاده است. در ضمن جناب سرنگم غیر از ما سه نفر یه نابغه هم تو گروهمون داریم، امیرخان کاظمی هست. اون که بله. یه آدم باسواد و متعهد. من که خیلی ازش راضیم. شرمنده میفرمایید. طبق فرموده جناب سروان از فرزاد و زاپاتا آزمایش دی ان ای گرفتیم، متوجه شدیم که با هم دیگه نسبت فامیلی دارن. برادرشه درسته؟ بله بله. آفرین. پس برای همین بوده که چیزی نمیگفت. من نفروختمت. اینطوری این بچه رو نگاه نکن. اون تو رو لو نداد، همه فشارها رو تحمل کرد ولی حاضر نشد جای تو رو بگه. این پسر حاصل رفتار و عمل کرده توه، یک قربانیه. اگه اون الان اینجاست مقصر توی. میخوای یه دل سیر براش گریه کنم که دلت خنک شه؟ تو برادر بزرگشی. کمم براش بزرگی نکردم، اگه من نبودم به اینجا نمیرسید. به کجا؟ به این بازداشتگاه؟ با یه پرونده به این بطوری؟ منظورم 10 سال پیشه. 20 سال پیش. نصیحتتون قشنگه جناب سرهنگ، ولی 20 سال پیش این حرفا شکم این ریغونه رو سیر نمی کرد. اون همه پول واسه سیر کردن شکم؟ با دادن داروی تقلبی دست مردم؟ وارد کردن جنس قاچاق توی کشور، نابود کردن اقتصاد این مملکت، هزار کوفته زهرمار دیگه. من وکیل وسیعه ایشی نیستم، آقای خودمم. پای کاری هم که کردم وایسادم. این هم باید پای ماشینایی که سوار شده و سفرهایی که رفته وایسه. ما پول مفت که پیدا نمی‌کردیم. یعنی اون سفرها و اون ماشین به بودن اینجا می‌ارزید؟ نه والله. ولی اگه میذاشتیم یه ذره بیشتر به اون خوش بگذره بهتر بود. تو هیچی نمیفهمی. هیچ.
هیچ چاره نیست. نمیدونی چه بلایی سر این بچه و مردم این جامعه آوردی. هیچی نمیفهمی. من انتخاب کردم. میدونی فرق من با بقیه چیه؟ من جلوت گریه نمی کنم. باورم نمیشه. چیو؟ آخه چطوری یه آدم میتونه یه همچین کاری با برادر خودش انجام بده؟ فکر کن دست برادر خودش رو گذاشته لای در. تو این 27 سال سابقه کاری که داشتم از این بدترش هم دیدم. همین زاپاتا از اولش که اینطوری نبوده، آروم آروم به اینجا رسیده. بله. یه وقتی به خاطر زندگیت میری سراغ پول، یه وقتی به خاطر پول زندگیتو نابود میکنی. زاپاتا الان به جایی رسیده که حاضر برادرش هم قربانی کنه. خب بچه خسته نباشید. خیلی عالی بود. قربانش. موفق باشید. ارادت. بچه سوار شد. ببینم پدرو، راستی تو چجوری فهمیدی اون طرف زاپاتاه؟ از رو صداش. وقتی داشتم به هوش میومدم بالا سرم داشت حرف میزد، صداش تو گوشم مونده. آفرین. کم کم دارم مطمئن میشم که این ستاره الکی میشه تو نایم. شما عزیزان میتونید ساعت 15 بیننده تکرار این قسمت باشید. در تب پیراهن تو